همین روز از جنگ بین اسرائیل و نوار غزه در حالی به پایان میرسه که دوباره موشک اندازی ها از سوی نوار غزه به اسرائیل شدت گرفته. امروز مراکز اسرائیل، تل‌آویو و شهرهای اطراف تل‌آویو مورد حمله موشکی قرار گرفت. همچنین در جنوب اسرائیل بارها صدای آژیر به صدا درآمد. از آن سو بنیامین نتانیاهو امروز اعلام کرد که بزرگترین حمله اسرائیل از آغاز جنگ تا کنون دیشب انجام شده و در اون ده ها و شاید بیشتر از ده ها نفر از افراد حماس در اون کشته شدند. هنوز معلوم نیست که چه زمان ارتش اسرائیل وارد خاک غزه خواهد شد و آنچرا که بنیامین نتانیاهو قول داده، یعنی نابود کردن حماس را، به انجام خواهد رساند. در کنار اون وضعیت در شمال اسرائیل هم همچنان ادامه داره و تبادل آتش بین حزب الله لبنان و اسرائیل امروز هم ادامه داشت. در کنار اون امروز اعلام شد که چند موشک از مرز سوریه هم به سوی اسرائیل پرتاب شده که خسارت و تلفاتی در پی نداشته. گفته شده که گروهی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و یا فلسطینیانی که مسلح هستند در مرز اسرائیل و سوریه این موشک اندازی را انجام دادند. در نوار غزه گفته شده که سوخت رو به پایان است و اسرائیل اعلام کرده که سوختی را که امکان داره به ماشین جنگی حماس برسه به غزه نخواهد رساند و اگر بیمارستان‌های اسرائیل به سوخت احتیاج دارن میتونن این سوخت را از حماس که هفته پیش بسیاری از گالون‌های گازوئیل و بنزین را از سازمان ملل اون را در غزه دزدیده دریافت کنن. در هر حال همانطور که گفتم در 17مین روز از جنگ بین اسرائیل و نوار غزه تبادل آتش همچنان ادامه دارد.